کلش از بین رفته شما داخل برسید. به محل رویداد حمله مرگباری که در شاه شهید کابل رخ داده است رفتم، جایی که دیگر مانند گذشته نیست و فقط می شود به آن یک شهر ویرانه گفت. هر سو آوارها که دیدنش تکان دهنده است و گاماندن به آن انسان را عذاب می دهد. ویرانه هایی که هنوز پیکر انسان زیر آن بجا مانده است. چیز دردناک تر از این که دیگر از میان این ویرانه ها نه صدای کودکی به گوش می رسد و نه هم صدای نوازش مادری. در این محل از خانه های رهایشی گرفته تا مسافرخانه و ذخیره‌گاه مواد تجارتی وجود داشته است. اما اکنون تنها چند پارچه‌ای از خشت و سنگ و چوب در آنجا به چشم می خورد. سراغ خانه ای را می گیرم که دیگر در آن کسی وجود ندارد. یعنی تمام اعضای این خانواده کشته شدند و فقط یک مرد این خانواده و یک نواسه‌اش زنده هستند و بس. تصویرهای یک روز پیش و همین مرد که ناله می کند و از هر کس سراغ جگرگوشه هایش را می جوید، خودش هم در این حمله زخم برداشته است. اما حس درد درونش دردناک تر از زخم های روی بدنش. چی کرده این دوات برای خدا؟ تو دل من درد دادم، تو دل من درد دادم. مردی از نزدیکان این خانواده که فرهاد نام دارد میگوید تمامی خانواده کاکایش که مشمول یک کودک، دو پسر جوان، یک خانم و یک عروسش بود در این رویداد کشته شدند و تنها کاکای کهن سالش زنده است و نواسه‌اش در میان مرگ و زندگی دست و پا می زند. دیدم یک سایش کت بود از یک انفجار صورت گرفت. انفجار چت خانه بود، خانه آمد. چت سیستر خانه بیل راو بود و پرید در سر بام افتاد، سلاخ شده بود. کفی دو آمد در سر مکلی. دو تا اشتگل در بغل دیوال بود. اونا را که کشیدم از او بغل بسیار به مشکل از زیر خاک کشیدم. مردوش یک زخمی بودن. خانه ما موگار بود، دور کشیدم بیرو. وقتی که بچیم در منزل بالا بود، دو تا بچیم هم زخمی شده بود که شارق پایش کم قطع شده بود، یکیش سرش چرا خورده بینی آره که کشتیم ده ایجا کلش کت خون یکی. اونجا بچی کاکایم صدا کرد که بلیز خدا بیاین که دو تا بچیم از بین میره. من رفتم دویده ده کت بچه ها اونجا او را به بسیار مشکل یا ریلا کردم او را کشیدم. کشیدم ده اینمی جا صدا کردیم نامد به بسیار مشکل طالب سرک بردمش. این مرد میگوید شب که حمله انتحاری اعضای خانواده کاکاش را به کام مرگ فرو برد، وی با همسر و دو کودکش تازه از یک محفل عروسی برگشته بودند. وی با دو کودک و همسرش در این رویداد زخم برداشتند. دو عروس عمه‌اش نیز مشمول کشته شدگان این رویداد هستند. خواستم با مرد کهنساله که دو پسر جوانش، عروس و همسرش را در این رویداد از دست داده است گفتگو کنم، اما فرهاد برادرزاده این مرد میگوید که او به حال خودش نیست و نمیداند که کجاست و به کدام سنگ سر میکوبد و ناله میکند. غمناکتر این است که خرد و بزرگ میآیند و وسایل این خانواده را با خود میبرند و صاحب نیست که بپرسد. باشندگان این محل که خانه هایشان را از دست دادن میگویند دو روز از این رویداد گذشت، اما تا اکنون تیم های نجات برای بیرون آوردن اجساد از زیر آوارها به این محل نیامدند. ما در محل رویداد با برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی کشف و استخباراتی که در همین محل پایگاه دارند روبرو شدیم. این نیروها برای نیم ساعت تصویربردار ما را با خودشان بردند. اینجا ریاست کشف وزارت دفاع است و ظاهرا هدف انتحار کننده نیز همین جا بوده است. باشندگان محل میگویند در این رویداد صدها تن کشته شدند. به گفته آنان در این محل چندین مسافرخانه بوده است که ده ها تن از محصلین و کارگران ساختمانی در آن به سر می بردند و هنوز اجساد آنان زیر خاک ها بجا مونده است. از خود اعضای خانواده خودم شخصی کلش زخمی شده بود که بچه کاکایم دو تا پسر شهید شد، این طرف از همین سه نفر سیاسر شهید شد، دیگر اون طرف که چندین مسافر بود کل شهید شد. باشندگان محل میگویند یک روز پیش در حالی که با آنان برای بیرون آوردن اجساد کمک نشده، نیروهای امنیتی برای آنان نیز اجازه این کار را نداد. این باشندگان میگویند پیش از این رویداد نیروهای امنیتی حتی اجازه ایستادن در این محل که ریاست کشف وزارت دفاع است نمیدادند. به گفته این باشندگان مقامهای حکومت تنها برای تماشا به محل رویداد حضور پیدا کردند و آنان خود پارچه‌های بدن کودکان، زنان و مردان را از زیر سنگ و خشت بیرون کردند. این باشندگان از حکومت میخواهند تا به سیاست‌های نرم و تضرع در برابر پاکستان و طالبان پایان دهد و با گروهی که انسانیت و اسلام را نمی‌شناسد، با کشوری که با فریب و نیرنگ از مردمان غریب و بیچاره این سرزمین با اموال غیر اسلامی اش قربانی می‌گیرد، از در صلح سخن نگوید.